از اول گوش کنید، پروژه رو را هر چی که هست خیلی الان مهم نیست، بریم جلو. ببینید یه شکلی رو من فعلا میکشم، قبلشم گایدش رو تنظیم کنم، گایدش هم قفل کنیم که تکون نخوره. خب این هم سعی کنیم مرکزش روی خط باشه، فاصلش تا این مرکز خیلی مهم. از پنجره ویندو داکرز ترانسفورمیشن روتیت یا آلت F8، هر کدوم که راحتید، این پنجره باز میشه، قسمت روتیتش رو انتخاب میکنی. خوب نگاه کنید، میذاری اینجا رو تو سنتر بمونه، مرکز دوران سنتر، زاویه هم که قرار شد 360 تقسیم بر اون زاویه اگر شد یه عدد روند به دست بیاد، باقی مانده صفر شه، 30 15 45 60 120. حالا این انتخاب میکنی، یه بار روش میزنی، محور دورانش رو مثلا میاری توی اینترسکت. در وقتی نوشت اینترسکت، اینترسکشن یعنی اینکه گذاشتی تو مرکز. خب حالا یه اپلای داری که دورانش میده حول اون نقطه که ما الان اینو نمیخوایم، یه اپلای تو داپلیکیت داری که شروع میکنه از این با همون زاویه کپی زدن، رو آخریش که زدی تموم میشه. خب حالا بریم یه درمیون رنگا اینا رو عوض کنیم. اینو انتخاب میکنم، شیفت رو میگیرم، رو بعدی میزنم. خب من اینو یه درمیون رنگ کردم، تنها مشکلی که پیش اومد مورد آخره. مورد آخر این الان حالت بافتیه که گفتم برام مهمه، مورد آخر جواب نمیگیرم. علتش اینه که وقتی شما اینو یه کپی میکنید رو هم، همیشه یه دونه آخر اضافه میاری، باید اونو درست کنید. پس این روش رو اصلاح میکنم. قبل از اینکه این رو کپی بزنم به این روش، میام ازش یه رنگ دیگه میزنم، میام ازش خودشو منها میکنم. چیکار میکنم؟ خب محور دوران که سر جاشه، یه دونه ازش میزنم، بعد این دوتا رو انتخاب میکنم. حالا ویندو داکرز شیپینگ رو باز میکنم. این پنجره پنجره مهمیه. فعلا من از ترانسفورم به شما فقط روتیتش رو یاد دادم و از شیپینگ میخوام منها کردن رو یاد بدم. شما همین کار رو میکنید. بک مینس فرانت، فرانت مینس بک، این همه منهاست. ولد جوش دادن، تریم اتصال ازلاس، اینترسک فصل مشترک، الان یکی هم خیلی مهم است. بک مینس فرانت میکنم و اپلایو میزنم، منهای خودش میشه.
یعنی دو تا شکل که کشیدید میتونید رو هم بذارید، از پنجره شیپینگ بک مینس فرانت کنید، یعنی زیری منهای روی، یعنی روی منهای زیری. خب تموم شد. حالا این رو دوباره روش کلیک میکنم، محور دورانش رو عوض میکنم، برمیگردم تو پنجره ترانسفورم، اپلای تو داپیکیت رو میزنم، این بار با منها شده خودش میچرخونمش و حالا میرم باز یه درمیون رنگ رو عوض میکنم. این مثلا بشه کی؟ دیگه اون مشکلی که الان پیش اومد پیش نمیاد. در واقع چشم انسان متوجه این منها شدن این برش نیست و فکر میکنه یک جلوه بافته. این برای اون مشکلیه که توی آخری پیش اومده، دیگه الان پیش نمیاد. این کل داستان شمس است. خب برای شکلای بعدی میتونم از دایره استفاده کنم، شیفت رو نگه میدارم متقارن رسم شه. نه عذر میخوام، با یه نرم افزار دیگه قاطی کردم. کنترل، کلید کنترل اگه نگه داری متقارن رسم میشه. الان دایره است درسته؟ مثلا اینم این رنگیش میکنم. چرا رنگ نشد؟ آها اون بالا موقع رسم روی این انتخاب شده. اینا رو البته الان درس میدم بهتون، چیزی نیست. کنترل دایره مثلا. خب دوباره محور دوران اینو تعیین میکنیم، میگیم بیاد اینجا، اپلای تو داپلیکیت. درست شد؟ این یک کار کاملا کودکانه بود، هیچ پیچیدگی توش نبود، فقط اینکه شما آشناشید. حالا باید شما بیاید چیکار کنید؟ بیاید خودتون باید اینو میتونید گروپ کنید، اینو نگاه کنید، اینو میتونید گروپ کنید. کلیک راست گروپ رو گفتم دیگه، گروپ میکنی. حالا اگر این گروپ و محور دورانش مثلا اینجا بگیری، خودش میتونه چی بشه؟ شمسه از خودش بشه. بنابراین شما میتونید این کارو با خود یک گروپ هم انجام بدید. همین شما که الان تواناییشو دارید که یک با پن یک شکل رسم کنید به راحتی، بنابراین میتونید از روی یک شکل معنیدار یه چیزی که دلتون میخواد و طراحی کنید، مثل مثلا گل شاه عباسی. درسته؟ خوب رنگ بندیاشو تموم کنید، کلشو گروپ کنید، ببرید توی یه شمسه دیگه حول یک محور بچرخونید که الان نمونه‌هاشو نشونتون میده. تا اینجا فیلمو سیو کنم.